امساک تو یک نکنم بگم برگیرم سانه بگو یک نکنم بگم برگیرم آنه سیرم بفلوی شانه بشانه یاری جنجالی شدن کنسرت جدید قیس الفت و زیر پای کردن هزاران دلار در این محفل آیا به واقعیت خانم قیس الفت با شبنم سریا ملکه تاجیکستان درگیر شده است؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به کانال دنیای اینفو. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. قیس الفت یا شاهزاده غزل دو روز قبل در یک محفل عروسی افغانان ما در امریکا اشتراک کرده بود و در این محفل قیس الفت مقدار عظیم از پول را زیر پای خود کرده است که برایش در صفحات مجازی دردسر ساز شده است. قیس الفت غزلخوان خوب کشور است که برای چندین بار داور و یاور در بزرگترین برنامه های تلویزیونی افغانستان از جمله صدای افغانستان و ستاره افغان بود. آقای قیس الفت شهرت خاص میان مردم پیدا کرده و طرفداران فراوانی برای خود جذب کرده است. آقای الفت با برگزاری کنسرت های مسلسل با شبنم سریا ملکه صدای تاجیکستان به شهرت خود افزود و در ضمن برگزاری این کنسرت ها برای قیس الفت دور از سر و صداهای فراوانی هم نبوده است. چون قیس الفت با شبنم سریا چنان رفتار عاشقانه ای داشته که همه فکر می کردن شاید کاسه زیر نیم کاسه باشد. اما بعد از نقد شدن قیس الفت توسط ایده بزرگی از مردم، شاهزاده غزل دیگر با شبنم سریا کنسرت برگزار نکرد. خانم قیس الفت با خشم فراوانی که داشت و نتوانسته حرفای مردم را علیه شوهرش تحمل کند، برای شبنم سریا پیام فرستاده بود و جنگ شدید لفظی میان خانم قیس الفت و شبنم سریا صورت گرفته است. قیس الفت به خاطر آرام شدن این وضعیت برای مدت اصفات مجازی به دور بوده است و در ضمن دیگر نخواسته با شبنم سریا کنسرت برگزار کند. وی فقط به خاطر درآمد خود و مصارف شخصی در محافل خوشی عزیزان افغان در خارج از افغانستان اشتراک می کند. به هر صورت دوستان عزیز، شما هم نظریات خود را راجع به قیس الفت و شبنم سریا در کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیو را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. تا درود دیگر، بدرود.